آخه خواهر چی بگم، این دختر از روز اول همینطور سرکش و لجباز بود. ولی راستشو بخوای به نظر من اصلاً اینطوری نیست. از بدشانسی منه، من بیچاره از عروس اصلاً شانس نیاوردم. اون عروس بزرگمو میبینی؟ چند روز قبل عروسی خواهر شوهرش پاشه کرد توی کفش که میخواد جدا بشه. پسرم هم گفت مامان تو فقط اشاره کن، فوراً طلاقش میدم. واسه مرد زن زیاده، ولی من گفتم نه پسرم، نه، دختر مردمه. درسته که از ما خوشش نمیاد ولی گناه داره، تقصیر اون بیچاره چیه؟ گفتم برو دست زنتو بگیر و با هم خوشحال باشین، همین برای من کافیه. پسرم خیلی خوبه، نتونست توی شهر باشه و از ما جدا باشه، کلن رفت خارج از کشور. وقتی اومد دیدنم زار زار گریه کرد و گفت مامان فقط یه بار به هم بگو نرو، فقط یه بار به هم بگو، بگو شاه نواز نرو، همه چی رو ول میکنم و میام خونه. ولی من گفتم نه پسرم، مادر بچه هاته، برید با هم خوش باشید. ظاهرن پسر کوچیکتونم زن دوم گرفته. چطوری براتون بگم، زندگی من مثل داستانه اشباق احمد شده، از همه طرف گره خورده و در هم بر همه. همین آزرا خودش به شوهرش اجازه داد که دوباره عروسی کنه. هی تو گوش شوهرش پچ کرد که من نمیتونم بچه دار بشم، بهتره بری یه زن دیگه بگیری. خب اونم رفت روش زن گرفت دیگه، خودم به خاطر نیت پاک آزرا بهش یه بچه داد. ولی مونا هم از قبل باردار شده. وقتی آزرا اینو فهمید از روی حسادت روزگار پسرم رو سیاه کرد، بهش اصرار کرد که باید مونا رو طلاق بدی. حالا شما خودتون قضاوت بکنی مونا چه گناهی کرده. پسرم هم قبول نکرد، خودتونم که دیدین اون شب دختره یه دیوونه چه نمایشی را انداخت، عروسی رو زهر مارمون کرد، دختر معصوم منو ناراحت و خجالت زده کرد. بعدشم که جواهراتشو براخمون کشید، ما که ازش نخواستیم، خودش برداشت آورد گفت این برای عروسی خواهرم باشه. منم گفتم دخترم نیازی نیست، ولی اون به زور داد، گفت در عوض مونا رو طلاق بدی. منم بهش گفتم شیطون رو لعنت کن، زن خدا رو خوش نمیاد، گناهه، ولی خب چیکار کنیم ها؟ وقتی که یه نفر بخواد شر بپا کنه هیچی جلوشو نمیگیره. الان کجاست؟ پیداش نیست. چی بگم والا، زن داداشم هم نازا بود، برادر بدبختم چه کارایی که نکرد، با هزار دوا و درمون و دعا و التماس بعد 8 سال خدا همین آزرا رو نصیبشون کرد. حالا اینم شده عین مادرش، ولی خدا رحم کرد و بچه بهش داد. خب تقصیر ما چیه که بچه نموند؟ دختر از دیشب هی گریه کرده، خون به جگرمون کرد، آخرشم مریض شد و رفت بیمارستان، فهمید بچه سقط شده. آخه بیچاره الان بیمارستانه؟ آره، ولی از این بیمارستانه علکی نبردیمش، بیمارستانش خصوصیه، همین نزدیک خونمونه، بیمارستان مجهزیه. تازه پسرم یه پرستارم گذاشته که مرتب بهش سر بزنه، واسه همین شاهمیر اومده خونه. گفت مامان من چطوری زنمون تنهایی ول کنم بیام خونه؟ منم گفتم چیکار کنم پسرم، منم دست تنها هم، داداش بزرگتم که نیست، الان بزرگ خونمون تو هستی، باید خودت به کارا برسی. واسه همین اومد، وگرنه تنهاش نمیذاشت. ای بابا دلمون گرفت با این حرفای ناراحت کننده، ول کنی تو رو خدا، الان موقع شادیه، قهوتون رو بخورین، شما هم برداری.
بله. من شاید اتاق اشتباهی اومدین. بله شاید من واسه دیدن کسی اومدم. شایدم مرخص شده ولی به من شماره همین اتاقو دادن. پس حالا که تا اینجا اومدم این گل برای شما. لطفاً. ممنونم. قابلتون رو نداره. میتونم بشینم؟ شما تنهایی؟ منظورم اینه که چرا کسی پیشتون نیست؟ هرچی خدا بخواد. چی؟ منظورم اینه که تا وقتی خدا نخواد اتفاقی نمیفته. اون میخواد من تنها باشم، پس تنها. پس شوهرتون؟ اون مرده. لطفاً بگین که ناراحت شدی. نمیدونین چقدر به همدردی نیاز دارم. خیلی از شنیدنش متاسف شدم. ناراحتیتون رو درک میکنم. نه، نمیتونین اینو درک کنین. به خاطر گلا ممنونم. خواهش میکنم. ببخشید. بله. چیزه، من خیلی تشنم، تو اتاق آب نیست. اگه میشه لطفاً یه لیوان آب برام بیاری. شما نگران نباشی، الان میارم، زود برمیگردم. براتون آب میوه هم گرفتم. البته الان آب بخورین. بهتون بدم؟ ممنون. شوهرتون تماس گرفته بودن، پرسیدن به چیزی نیاز ندارین؟ بهش بگین چیزی لازم ندارم. باشه، میگم. حالا که عذاب وجدان بهش فشار آورده، میخواد ازم خبر بگیره. وگرنه اون همیشه پیش زن دومشه. حتما فکر میکنید که چقدر من زن بد اخلاقی هستم. ببینین، اگه میخواین میتونین شماره منو داشته باشین. هر وقت چیزی لازم داشتین با من تماس بگیرین. من به جز خدا به کسی نیاز ندارم. خودش منو انداخته تو این مشکل، خودش هم حلش میکنه. هیچی از کسی نمیخوام. داری کجا میری؟ پیش آزرا. شهمیر ساعت 2:30 شبه. خب میری که چی بشه؟ میرم چون تنهاست.
اون تنهاست چون خودش میخواد تنها باشه. چون الان خیلی ناراحته. ناراحتیش تموم نشده؟ نمیدونم، ولی وظیفه منه که پیشش باشم. حالا بذار فردا با هم میریم. تو چرا نمیذاری من با اون تنها باشم؟ بفرما، معلومه این وسط کی مقصره؟ دیشب آبرومونو جلوی همه برد، قشقرق به پا کرد. به این زودی فراموش کردی؟ به جای اینکه بهش یادآوری کنی میری سرخم میکنی و ناسشو میکشی که پروتر بشه؟ بذار تاریک بمونه. اصلا دلم نمیخواد قیافتو ببینم. چیزی خوردی؟ آزرا، دارم باهات حرف میزنم. جواب این سوال منو بده. الان چرا میخوای زنده بمونم؟ شادیمو گرفتی، زندگیمو تباه کردی، بچه‌مو کشتی. پس چرا میخوای زنده بمونم؟ آزرا، تو هر چی بگی حق داری. قبول دارم که گناه کنم، ولی الان وقت این حرفا نیست. آزرا، تو خوب شو و بیا خونه، بعد هر چی خواستی بگو. اون اشتباه بزرگی که من کردم. اشتباه کردی؟ تو بچه منو کشتی، بعد فقط میگی اشتباه کردی؟ آزرا، حالا دوباره بد میشه. اینجا بیمارستان خونه نیست، اطرافمون مریضای دیگم هست. نمیخوام رعایت کنم، رعایت نمی کنم. تو قاتلی، تو قاتلی، قاتل بچه منی. از اینجا برو، نمیخوام ببینمت. باش، میدونم اینجا بمونم اذیت میشی، بهتره بخوابی. چی شد؟ زود برگشتی؟ ببین لطفاً تو دیگه شروع نکن. چیه؟ مگه چی گفتم؟ شیطونه میگه طلاقش بده، خودتو راحت کن. اگه یه بار با خونسردی حرف بزنه چی میشه ها؟ نمیدونم چرا اینقدر تلخ و سنگدل شده. انگار هر لحظه ممکنه از جا بپره و به من حمله کنه. منم خیلی دلم میخواد، خیلی دلم میخواد که بین دوتا تو فرق نظرم و آرامش داشته باشم. اما نه، اون قسم خورده که زندگی رو برام زهرمار کنه. مگه چی میخواد؟ وفای من و طلاق تو. قبول کنم؟ اگه میخوای قبول کن. تو میتونی؟ امروز اون بیمارستان، فردا من. انشالله زودتر من بمیرم راحت شم. لطفا شاه میرس این حرفا نزن. ببین اگه این شرایطو قبول میکنه که هیچ، وگرنه طلاقش بده و راحت شو.
صبح بخیر. صبح بخیر. چی کار میکنین؟ دارم حساب کتاب میکنم. ببینم چطوری میشه خرج و مخارج خونه رو کنترل کرد. میتونم باهاتون حرف بزنم؟ میخوام یه چیزی بهتون بگم. من میام پیشتون. الان میام. پس مرخص شدی. الان حالتون چطوره؟ شما؟ خونتون اینجاست؟ آره، من اینجا زندگی میکنم، تازه اومدم. پس چرا اومده بودین بیمارستان؟ راستش واسه دیدن شما، من همسایتونم، واسه همین اومدم عیادتتون. نگرانتون بودم. امیدوارم ناراحت نشده باشی. خب چرا به هم نگفتی؟ خب شما منو نمیشناختی. پس فکر کردم حالا که آشنا نشدیم چه فایده که خودم رو معرفی کنم. از کجا فهمیدین مریض شدم؟ اولش من فهمیدم که حالتون خوب نیست. سریع به خانوادتون خبر دادم. اینجا بیهوش افتاده بودی. ای کاش اصلا خبر نمی دادین. میذاشتین بمیرم. معذرت میخوام، ولی فعلا باید استراحت کنی. تازه از بیمارستان مرخص شدی. هوام که خیلی گرمه. مراقب خودتون باشی. اگه یه وقت به چیزی احتیاج پیدا کردین بدون تعارف به من بگین. من بیشتر روزا رو خونه هستم. حق همسایگی رو که دارم. ماما، غذا پختین مگه نه؟ میشه برام بکشین؟ من باید زود برم شرکت. ها؟ پسرم دیگه از من گذشته. تا وقتی دخترم خونه بودن دست به هیچی نمیزدم. حالا که از پا افتادم توقع داری کلفتی زنتو بکنم؟ مگه من چی گفتم ماما؟ فقط گفتم غذا بکشین، میخوام برم سر کار. همین؟ اینی که کنارت نشسته همین زن سوگلیت، بهش بگو پشه بره تو آشپزخونه برات غذا درست بکنه، هم واسه تو هم واسه مامانت. به جای زنت به من دستور میدی؟ مامان با این حالش چجوری بهش بگم غذا بپزه؟ میبینی که حامله است، نمیتونه. چرا نمیتونه آشپزی کنه؟ ها؟
از کارش که مرخصی گرفته و داره جاسوسی تو رو میکنه. چطور اون موقع حالش خوبه؟ الان مریضه؟ من باهاش رفته بودم که آزرو رو از بیمارستان بیاریم. دهن منو باز نکن خانم. همه دنیا میدونن تو چقدر به آزرو لطف داری. باشه بسه. بیخیال. کسی غذا نمیپزه، من از بیرون سفارش میدم. چیه ها؟ پیش زنشه دیگه، نرفته که یه غریبه رو ببینه. ندیدیم دو روز پیش چه آشوبی به پا کرد؟ تو هم همچین آروم و ساده نیستی یا خانوم. پاشو برو آشپزخونه، غذا رو آماده کن. قندم افتاده، دلم داره ضعف میره. ظرفای دیشبم نشست، از اونا رو هم بشور. پنکه چرا خاموشه؟ اینجا خیلی گرمه، حداقل روشنش میکردی. دیگه نمیتونم چیزی رو حس کنم، نه گرما نه سرما، هیچی. مثل مرده ها شدم. پاشو بری، باید غذا بخوری، اومدم ببرمت. گرسنم نیست. آزرا خیلی ضعیف شدی، اگه غذا نخوری دوباره ضعف میکنی. راست میگی، خیلی ضعیف شدم، چون که تو قوی هستی، قاتل قوی. تو چت شد؟ هیچی. اونی که باخته منم، اونی که از دست داده منم. تو چت شد؟ هیچی، چون که تو قوی هستی. آزرا جان، وقتی مادر شدی، وقتی بچه‌مون میخواست به دنیا بیاد، خیلی خوشحال بودم.
دروغ میگی. اصلا خوشحال نبودی، چون تمام ذهنت درگیر بود، درگیر زن دوم و بچه اولت. اصلا بچه من یادت نبود. چطور از وجودش خوشحال می شدی؟ به جون اون یکی بچت قسم بخور که از داشتن بچه منم شاد بودی. میاد دختر، بذار دو دقیقه هم پیش اون بیچاره بشینه. من قسم میخورم که خوشحال بودم، ولی با اون شرایطی که داشتم تو اون اوضاع چطور میتونستم بهت نشون بدم که چه احساسی داشتم؟ من به قدری مشغول گریه بودم که شوهرم رفت، بچه‌ام رفت، همه چیم رفت. فراموش کردم که چقدر برای داشتن این بچه دعا کردم. وقتی هم به دستش آوردم با کارم از دستش دادم. تقصیر خودمه که بچه‌مو از دست دادم. من خیلی نحسم. الان میام. شاهمیر. کارش به بیمارستان کشید. شاهمیر چیه؟ چی شده؟ چه شده؟ پامپیچ خورده، خیلی درد میکنه. مگه چی کار میکردی؟ کی بهت گفت بیای بالا آخه؟ قضا اومده بود، اومدم بالا که صدات بزنم که یه دفعه افتادم. بیا پاشو آروم، لازم نبود بیا، من خودم میومدم. آروم، یواش. پام خیلی درد میکنه. بریم. ای بابا از دست تو. اینم آخر عاقبت دوتا زن گرفتن. به ما چه بابا؟ از ما که گذشت، از این به بعدم میگذره. ای خدا، بخواب صفیه. آیی، کمرم درد میکنه. باید همش رو تموم کنی، باشه؟ جایت که درد نمی کنه. قلبم درد می کنه. مونا نباید می اومدی بالا. نمی اومدم، چطور می فهمیدم؟ ببین، آزرا زن منه، باید برم پیشش. خیلی سخته شامی، خیلی سخت دیدنش، تحمل کردنش، اونم زیر یه سقف. الان وقتشه.
وقتشه که به تمام ادعاهات عمل کنی. یه مرد چطور میتونه همزمان عاشق دوتا زن باشه؟ داستان این که خدا دل مردا رو خیلی بزرگ آفریده. شاید واسه همین مرد اجازه داره با 4 زن ازدواج کنه. خیلی برام سخته، خیلی اذیت میشم شامیر. چرا؟ تو که همیشه میگفتی باش کنار میای. دروغ میگفتم، نمیدونستم تو این حد برام سخته. سرم انگار میخواد بتره که قلبم داره وای میسه. شامیر دیگه نمیری پیش او، پیش آزرا نمیری، چون من میرم. نمیذارم اینجوری بشه. من وقتی اونو توی آغوشه دیدم فکر کردم همینجا بمونه، توی این خونه. بهش پول بده، احترام بذار، ولی نمیتونی بهش محبت کنی. حق نداری لمسش کنی. من اجازه نمیدم شاهمیر، فهمیدی؟ باشه، بس الان حالت بد میشه. نه، باید بهم قول بدی که بهش نزدیک نمیشی، وگرنه من خودمو میکشم. پاشو بریم، پاشو، باید بریم پیش دکتر. بریم. ای خدا، دوتا دخترم تخت نشستن خونه شون. اصلا فکر نمی کنن که مادر پیر و تنهاشون زیر دست عروساشون مونده. اینم از تقدیر من. اون پسرم که دست زنشو گرفت و فرار کرد رفت دبی، این دومی هم که رفته یه عروس جدید آورده که دست به سیاه و سفید نمیزنه. کاش حداقل به کارهای خونه میرسید. ای خدا، انگار خانم فهمیده چه به روز خودش آورده. اما صفیه، تو ابهت خودتو حفظ کن. فقط همین بدبختی که ازت حساب میبره، وگرنه اون دومی که سایه تو رو با تیر میزنه. همه ی عمر بهتون خدمت کردم، خودمو بی ارزش کردم، ولی به شما ارزش دادم. حالا شما 2 وعده غذا هم بهم نمیدین. آزرا، با من یکی به دو نکن. فهمیدی کاری که تو اون شب تو عروسی دخترم کردی؟ هر کس دیگه ای جای من بود موهاتو میگرفت از خونه پرتت میکرد بیرون. به نظر خودم که خیلی هم کم بود با ظلمی که شما در حقم کردین. مراسم که هیچی، باید زندگیتونو خراب کنم. بهت میگم با من بحث نکن، باشه؟ هر اتفاقی افتاده به خاطر خودته. چرا از من پیرزن عصبانی هستی؟ شما عمه منی، از خونه خودم. بابای من به شما بیشتر از مادرم اهمیت میداد. من دختر همون آدمم که شما رو خواهر، نه بلکه دختر خودش میدونست. من خورد شدم، همه چیم از دستم رفت، ولی شما هیچ وقت دردم رو نفهمیدین. یه بار شد که با دیدن من به یاد برادرتون بیافتین،
ولی نه، شما منو دختر برادر نمیدونی. من فقط براتون دختر زن برادرم. چون با مامانم دشمن بودین، حالا انتقامشو از من میگیرین. چرا منو مقصر میدونی ها؟ این اتاقو میبینی؟ هر دوتا مجرم اونجا نشستن. برو یقشونو بگیر و مشکلتو حل کن. من چی کارت کردم آخه؟ داداش بیچاره من اون روزی بدبخت شد که با مامان نحست ازدواج کرد. صبر کن ببینم. دیگه هرگز اسم مامان مردمو به زبونت نیار. نحس شما هستی. نحس تمام خانوادتونه. من اون آزرای قبلی نیستم که همه ی توهیناتونو با خنده تحمل میکرد. برو گم شو بابا. نمیخوام صداتو بشنوم. قدیم